امروز 29 آوریل روز جهانی رقص هستش. به نظر شما چرا در بعضی از کشورها هنر رقص با محدودیت و ممنوعیت مواجه هستش؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با برنامه روی خط مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. در غیاب همکارم مسعود سفیری، من روزیتا ایران دوست با شما همراه هستم با برنامه روی خط. بین‌المللی تئاتر وابسته به سازمان فرهنگی هنری یونسکو از سال 1982 روز 29 آوریل رو روز جهانی رقص نامگذاری کرده. هدف از این نامگذاری ارج نهادن به هنر رقص هستش. هنری که میتونه باعث نزدیک شدن جهانیان به هم بشه و صلح و دوستی رو به ارمغان بیاره. رقص شادی به همراه میاره و یکی از هنرهایی که همیشه مورد توجه جامعه بشری بوده و به راحتی احساسات رو بیان میکنه، از شادی و نشاط گرفته تا غم و درد. به همین دلیل هستش که هر ساله در کشورهای مختلف جهان جشنواره‌ها و برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت رقص برگزار میشه یا به مناسبت روزهای ملی جشنواره‌های رقص برپا میشه. جوایزی هم به همین مناسبت تاریخی به هنرمندان و رقصندگان اهدا میشه، مناسبتی که البته جاش در تقویم ایرانی دهه هاست که خالیه و با ممنوعیت مواجه هست. به نظر شما چرا رقص محدود و ممنوع میشه؟ حتما بیاین و از طریق راه‌های ارتباطی که در ابتدای برنامه براتون معرفی کردیم با ما همراه باشین. راه ارتباطی دیگه ما پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هستش که میتونین از اون طریق هم نظراتتون رو در برنامه منعکس کنین. پیش از اینکه سراغ میهمان برنامه بریم، آقای شاهرخ مشکین قلم که ایشون رقص نگار و رقصنده هستن، گزارشی همکارم الناز کیانی تهیه کرده با هم میبینیم و برمیگردیم. رقص هنری است مناقشه برانگیز، هنری که همواره در معرض تهدید، محدودیت و ممنوعیت قرار گرفته، در حالی که خواستگاهی جهانی دارد و در فرهنگ جهانی نزد همه ملت‌ها گرامی داشته می‌شود. مثل رقص پیروزی که پس از جنگ‌ها اجرا می‌شد و برخی رژه‌های نظامی کنونی را برخواسته از آن می‌دانند. رقص در غرب هنری فاخر و اشرافی است، مثل والتز که می‌توان نسخه جدید آن را در تانگو دید، رقصی برای شادمانی مثل رقصیدن عروس و داماد. اما این رقص در شرق داستان دیگری دارد که با محدودیت و ممنوعیت ناشی از تلقی ایدئولوژیک همراه است. هرچند که اهل تصوف سما را طی قرنها و حتی در صورت لزوم به حالت زیرزمینی حفظ کردند. رقصی که آداب رسیدن به خالق تلقی می شود. پیش از انقلاب 57 به ویژه در دهه های 40 و 50 شمسی رقص جایگاه ویژه‌ای در ایران پیدا کرد. کشوری که با وجود اقوام مختلف از فرهنگ غنی در زمینه‌های هنری مختلف برخوردار است. رقص بخشی از برنامه‌های تلویزیون ملی ایران را تشکیل می‌داد و تعداد کلاس‌های خصوصی نشان می‌داد که طبقه متوسط به این هنر علاقه دارد. اما این علاقه دیر پا نبود و با انقلاب 57 رقص حتی نام خود را در ادبیات رسمی از دست داد و حرکات موزون نامیده شد، حرکاتی که باید دور از چشم‌های اجرا می‌شد و در صورتی که عیان میشد تعقیب و تنبیه به همراه داشت. yeah.
مثل این جوانان که برای رقصیدن در برابر دوربین به زندان افتادند. حتی سما هم برای اهل تصوف ممنوع شد و خانقاه را هم برچیدند. اما هنوز این پرسش بی پاسخ مانده است. چرا رقص به عنوان یک هنر ممنوع است؟ و مرز هنر و ابتذال که حکومت‌ها به آن بهانه برای هنرمندان خط قرمز می‌کشند کجاست؟ لحظه نظرات خیلی متفاوتی رو از طریق کاربران چه در طریق فیسبوکمون، اینستاگرام، توییتر برنامه دریافت کردیم، در چت برنامه همینطور پیام‌هایی رو هم از طریق پیامگیر دریافت کردیم که یکی دیگه از راه‌های ارتباطی ما هستش 202-382-7205 که شما میتونید از همین الان تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در برنامه منعکس بکنید. اما نظرات نشون میده که خب خیلی از مردم به اهمیت هنر رقص در جامعه پی بردن و میدونن که چقدر کمک میکنه به شادی. حالا در طول برنامه حتما مرور میکنیم. اما پیش از هر چیز همونطوری که گفتم امروز میهمانی هم در برنامه داریم، آقای شاهرخ مشکین قلم هستن که رقص نگار و رقصنده هستن. آقای مشکین قلم خوش آمدین به برنامه، ممنون از حضورتون در برنامه روی خط. سلام عرض کردم، سپاس از لطف شما. خواهش میکنم آقای مشکین قلم، به عنوان اولین سوال اجازه بدین اصلا در مورد هنر رقص ازتون بپرسیم و جایگاه هنر رقص در جامعه. بفرمایید. جایگاه هنر رقص در جامعه ما منظورتون در ایرانه؟ بله، اصلا کلن میتونین حالا اگر میخواین اول به صورت جهانی توضیح بدین و بعد در جامعه ایران رو هم ممنون میشین اگر بگین. کاملا درسته، به خاطر که خب جایگاهش در جامعه ایران امروز که خب خیلی مشخصه، لزوم نداره که من در موردش توضیح بدم، مردم خودشون بهتر میدونن، به خصوص کسی که در ایران زندگی میکنن که جایگاه رقص چیست. منتها اگر از من بخواین به عنوان یک کسی که یک سری در این رشته داره بخوام توضیح بدم در مورد جایگاه رقص در دنیا، خب اگه به صورت بدوی بخوایم باش برخورد بکنیم، رقص در واقع یک نیاز بوده که آدمی با خودش به وجود آورده، یعنی حرکتی که جسمش میطلبیده انجام بده برای اینکه نیازش رو به طرف مقابلش بتونه ارائه بده یا به جامعهش ارائه بده. یعنی در واقع یک زبان جسمش بوده، اولین زبان آدمی بوده قبل از اینکه تکلم به وجود بیاد، قبل از اینکه فرهنگی که سبب تولد زبان شده به وجود بیاد، زبان بسیار بسیار ساده‌ای که نیازش رو میطلبیده، خواستن، گرفتن، دادن، هول دادن، تمام این اشکال رو به صورت خیلی طبیعی و بدوی مثل غرایز حیوانی میتونسته از خودش ایفا بکنه و باهاش مکالمه داشته باشه. یعنی در واقع راه تکلم بوده که در زبان انگلیسی بهش میگن بادی لنگویج یا اکسپرسیون کارپ به زبان های لاتینی که همون زبان بدن بهش میگیم ما. و بعدها این فلسفه پیچیده تر شد، کماکان زبان به وجود میاد، زبان تکلم به وجود میاد و هر چقدر که این زبان پیچیده تر می شد فلسفه آدمی پیچیده تر می شد، بنابراین خواسته هاش پیچیده تر می شد، بنابراین حرکاتی رم که میتونست مکمل زبانش باشه، زبان گفتاریش باشه، پیچیده تر می شد و میتونست که چیزهایی رو بیان بکنه که زبان هنوز قاصر بود از گفتنش. بنابراین نیازهاش بود، نیایشهاش بود، ارتباطش با خدایانش بود. مثلا رقصهایی که در فولکلورهای متفاوت به وجود اومدن در کشورهای متفاوت، که مثلا رقص باران بر نیایشی است که میطلبید که بارانهای الهی ببارند. بنابراین این نیازشون رو به صورت جسمانیشون با موسیقی توأم میکردن، با زبان خودشون توأم میکردن، با آواز، با خانش های متفاوت و جسمشون همراهشون بود، اولین زبان آدمی بوده. بنابراین این جایگاهش یک جایگاه اساسی است و یک نیاز جامعه و اجتماعی است. بنابراین چیزی نبوده که بخوایم به عنوان یک هنر اینتלקچوال یا مغزی ازش بخوایم یاد بکنیم. در واقع یک هنر و
پایه و اساس تمام هنرهای هفتگانه است، شاید اولین هنر باشه توی هنرهای هفتگانه، به خاطر اینکه هیچ گونه تعمق و تفکری توش نیست. در واقع فاصله ای رو که امروز بین یک هنرپیشه تئاتر و یک رقصنده میدونن اینه که هنرپیشه تئاتر موظفه که با اینتلکتش، با مغزش رفتار بکنه، در صورتی یک رقصنده احتیاج نداره که تحصیلاتی داشته باشه، فقط کافیه که جسمش رو بتونه راحت در اختیار هنرش قرار بده. بنابراین جسم تو، یعنی شعور جسمانی توست که حائز اهمیت و نه مغزت، و این جایگاه همیشه بوده از انسان‌های اولیه تا امروز، فقط فرم‌هاش متفاوت شدن و میبینیم که امروز هم مثلا ولی متفاوت شدن. و این که ما دوباره برمیگردیم به فرم‌های بدوی و سما، اینقدر مثلا امروز یه جایگاه عظیمی پیدا میکنه به خاطر که متوجه شدن که هرچقدر که این حالات روحی بیشتر داره سعی میکنه که چیره بشه بر جسم آدمی، متوجه میشن که این رو واپس میزنه، آدمی نمیپذیردش و ما دوباره برمیگردیم به شکل‌های بدوی، حرکات ساده و پایه‌ای. آقای مشکین قلم، ممنون از توضیحی که درباره اهمیت و جایگاه هنر رقص برامون دادین. حتما در طول برنامه ما دوباره برمیگردیم، اما همونطور که میدونین ما تلفن و اسکایپ و همینطور نظرات کاربرانمون داریم که در طول برنامه حتما باید به اونها هم نگاه بکنیم. از طریق اسکایپ جوزف از انگلستان با ما همراه است، بفرماییم. با درود بر شما بانو روزیتا و مهمان محترمتون که چقدر زیبا شرح دادن. تنها چیزی که من میتونم بهش اضافه کنم اینه که چیز رقص حتی یک از بهترین ورزش هاست، مثل شنا که تمام نقاط بدن رو به کار میندازه. بعد اصولا هنر که رقص یکیش هستش، این داروی روح هستش، شادی آوره. من نمیتونم مجسم کنم که چگونه هیچ ایدئولوژی یا انسانی که واقعا خرد داشته باشه و بالغ باشه و انسانیت داشته باشه بتونه مخالفت باش کنه. از زیباترین، جزو زیباترین چیزای زندگی هستش. بعد و از طریقی من خیلی خیلی خوشبختم که شیردل بانوان و شیردل جوانان ما آقایان در ایران سالها از همین هنرها استفاده کردن و جلوی ظلمت رو گرفتن و هر اتفاقی افتاده، هر گونه شانسی که گیرشون، اپورتونیتی که گیرشون اومده استفاده کردن، تو خیابونا ریختن، که واقعا من بهشون از اینجا تبریک میدم، شاد باش میگم و بهشون افتخار میکنم. ممنون. آقای رضا از اروپا از طریق تلفن با ما همراه هستیم، بفرمایید روی خطی. آقای رضا بفرمایید. سلام، صدامو میشنوید؟ بله بله بفرمایید. مرسی که وقت دادین. به نظر من رقص یه هنره و هنر در جامعه لازمه و به زندگی ارزش میده و همینجور که دوست قبلی گفتن برای شادی خوبه. در گذشته در جوامع مختلف برای شفا ازش استفاده میشده، تاریخچه بسیار قدیمی داره، میره 9000 سال 10000 سال پیش، نقاشی ازش پیدا کردن توی غارها و اینها. و فکر میکنم که یکی از دلایلی که در ایران باش مخالفن اینه که فکر میکنن که رقص مثلا فقط چیز جلفه، ولی رقص هنره. مثلا من رفته بودم کشور جورجیا، شهر تفلیس و یه فستیوال بودش که از تمام کشور مردم چیزهای مختلف، گروه‌های مختلف رقص اومده بودن، رقصهای محلیشون رو نشون میدادن. اینقدر این زیبا بود. بعد توی یه دونه جای ایرانی یه سری رقصنده که در چیز دانشگاه هنر اونجا درس میخونن میرقصیدن و اینقدر زیبا بود و یک ذره درش جلفی نبود، میدونین، واقعا هنری. و همین هم میخواستم اینو باهاتون در میون بذارم. مرسی، خداحافظ. اجازه بدین یک نگاهی هم بندازیم به نظرات شما در همینطور توییترمون، فیسبوکمون. یکی از کاربرانمون به نام موسوی که از کاربران توییتر برنامه روی خط هستن میگن چنین روزی در ایران معنی نداره، ایران به اصطلاح اسلامی ما.
و کاربر دیگه‌ای که نظرش رو براتون انتخاب کردم محمد هستش که در فیسبوک نظر گذاشته. محمد میگه به نظر من رقص نه تنها نشانه شادیه، بلکه در بسیاری از کشورها زبانی دیگر برای گفتن درد و رنج زندگی شخصی و یا دردهای اجتماعی و غیر است، مثل رقص در کشور هند و یا رقص اسپانیولی. سینا یکی دیگه از کاربران فیسبوکمون هستش که میگه برخی از اذهان دینزده درکی از هنر و زیبایی ندارن. امین در اینستاگرام نظر گذاشته، میگه رقص هم برای شادابی خوبه و هم نوعی رقص ورزش محسوب میشه و در کل ریشه همه بیماری ها در ورزش نکردن و نرقصیدن هستش. کاربر دیگه میگه رقص باعث شادابی و نشاط انسان میشه و هر چیزی که حس خوبی به آدم بده متاسفانه در ایران ممنوعه. میسم هم از کاربران اینستاگراممون هستش، میگه تخلیه احساسات نیاز هر جامعه ای هستش، چرا که اگر اجازه به رفع این نیاز داده نشه حتما روش مضری برای اون پیدا میشه. میسم در ادامه میگه در ایران تفکر فقهی حکم فرما هست و در فقه رقص حرام هستش. البته دلیل قانع کننده برای اون وجود نداره. میگه کاش اخلاق به جای فقه ظاهر میشد تا عمیق‌تر بیاندیشیم. اجازه بدین یک تنفس بگیریم، برمیگردیم با برنامه روی خط و روز جهانی رقص با ما همراه باشید. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. آقای مشکین قلم، بسیاری از نظرات چه از طریق بینندگانی که با برنامه تماس گرفتن و چه کسانی که در فیسبوک و اینستاگرام و توییتر ما برای ما نظر گذاشته بودن اینطور به نظر میاد که به اهمیت هنر رقص در جامعه پی بردن، ولی واقعا از دید شما که کارشناس هستین چه فوایدی میتونه در جامعه داشته باشه هنر رقص؟ فقط رقص نیستش که میتونه یک سری فوایدی داشته باشه. همونطور که خب دوستان تویتر و اینترنتی اشاره کردن، خودش حتی میتونه به عنوان یک ورزش به حساب بیاد، ورزشی که میتونه که با موسیقی، با هارمونی موسیقی که ما نیاز داریم بهش در روزمرمون همراه باشه. ولی خارج از این نبودش، میتونیم بیشتر، شما الان راجبه نبودش، راجبه بخش خالی لیوان دارین صحبت میکنین، ما میتونیم به جای اینکه راجبه بخش خالی لیوان صحبت بکنیم راجبه بخش پر لیوان صحبت بکنیم. آنچه که نبود هر چیزی باعث میشه، میدونیم که در این چرخه اکولوژی کره زمین همونطور که میدونین مگس بسیار حیاتیه، ضروریه، سوسک حیاتیه، ضروریه. این نبودها وقتی که فقط ما برمیداریم اینا رو با یک برنامه ریزی دفع آفات میاییم، سوسک ها رو از اگو و فاضلاب ها جمع میکنیم در شهرهای بزرگ، تازه متوجه میشیم یه ایداد بیداد یه سری بید اومدن به جاشون نشستن. وقتی که یک سری ایدئولوژی که هنوز روشون به اندازه کافی تحقیق نشده میان یک قسمی از طبیعت آدمی رو ازش میگیرن، تازه بعدها متوجه میشن که چه مضراتی داره برداشتن این چیز. حالا وقتی که شما میان در یک ایدئولوژی، حالا دستخوش اسلام، دستخوش یک ایدئولوژی سیاسی یا هر چیز دیگه‌ای، در یک حکومتی یک قسمی از نیاز یک جامعه رو، آنچه که سبب این چرخه اکولوژیک سالم هست، رو ازش میگیرید، مسلما سبب میشید که یک دردی، یک معضل، یک مشکلی وارد این جامعه وارد این بدن بشه و بدنه جامعه رو شما شروع میکنید به نقصان دادن بهش و کمبودها رو درش تزریق میکنید، انگار به خواسته خودتون بیماری رو در جامعه وارد میکنید.
یک حاکمیت مستبدی مثل نظام جمهوری اسلامی که میاد رقص رو با ایدئولوژی مذهبیش از جامعه میگیره، نیاز یک جامعه رو ازش میگیره، یک قسمی از نیازش رو ازش میگیره و باعث بیماریش میشه. حالا چقدر ما میتونیم به خود اون هنر که رقص باشه بپردازیم، جای خودشو داره. منتها برداشت سر هر چیزی که ممنوعیتش خودش یک معضلیه که به صورت جامعه میشه بررسیش کرد و متوجه میشیم که هر جایی که شما میخواین یک تحمیل به یک جامعه بکنید، یک چیز رو بهش بچپونید یا ازش بردارید، اونجا باعث یک درگیری میشید که مسلما عکس العملش رو میبینید، همونطور که بچه‌هایی که در ایران هستن، حالا اونا دلشون میخواد در بخش تراوت و شادی رقص باش برخورد بکنن، ولی همونطور که دوستان دیگه تون اشاره کردن، مثلا آقای محمد که فکر کنم از انگلستان داشتن زنگ میزدن، رقص الزاماً گویشی از تراوت و شادی نیست، که ما اینکه میبینیم که بسیاری از رقص همطوری که خودشون اشاره کردن، یا رقص مثلا بوتو در ژاپن، اصلا بوتو درد جامعه، معنی واژه به واژه بوتو میشه فریاد جامعه، و شما اینجا در واقع دارید حرف دل مردم رو میزنید که حالا یک جایی دردیست، یه فریادیست. بسیاری از رقص‌های آفریقایی می‌بینیم مثلا فریادشونه، اعتراض‌هاشونه، یا حتی رقص بریکدنس. بریکدنس یه رقصی بودش که از درد جامعه مستمند خیابانی برخواسته است. بنابراین اینها تمامش نیازهای جامعه است، اشاره کردم در اول بحثمون، و به واسه که شما این نیاز رو از جامعه بگیرید، مسدودش بکنید، اونجا یه جای دیگه باید بیرون بزنه. آقای مشکین قلم، حتما باز هم برمیگردیم به شما با سوالات بیشتر، و اگر بینندگان و حتی کاربرانمون هم سوالی داشته باشن حتما مزاحمتون میشیم. ولی نگاهی هم میندازیم باز به اسکایپمون که میلاد از اصفهان از طریق اسکایپ با ما همراه هستش. میلاد شما روی خط هستیم، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام عرض کنم خدمت مهمون برنامه‌تون. خدمتتون باید بگم که والا ما که تو ایران هستیم، خب از شب برمیگردیم از سر کار خونه و با حسرت فقط به این فکر کنیم که خب اوکی، ما الان خود موزیک هم با ترس گوش میدیم، چه برسه به این که بخوایم بریم از این موزیک استفاده کنیم، بزنیم، برقصیم، جایی باشه واسه این کار. ما فقط حسرت میخوریم. اینجا فقط حسرت جوانای ایرانی حسرت این نیست که حالا انرژی هسته‌ای باشه، نمیدونم دانشگاه باشه، تحصیلات باشه یا هر چیزی. به نظر من جوانایی من دیدم و میشناسم که واقعا حسرت میخورن چرا فضایی نیست که بتونن برن اونجا بزنن برقصن، چون واقعا همونطور که دوستان گفتن یه ورزشه، یه ارزای روحیه واسه همه ما. ما حسرت میخوریم واسه کسایی که میرن پول دارن، میان تو خونه هاشون هیئت میگیرن، روزه میگیرن، بعد پدر مادرای ما میرن چون نسل قدیمی هستن پای منبره اونا، میگن این کار گناهه، ولی اونها با همون برکت اون شبها خودشون و فرزندانشون میرن خارج از کشور، راحت دیسکو میرن، کلاب میرن، میزنن، میرقصن، و ما داخل ایران واقعا یه حسرت و یه آرزو شده. یعنی اصلا زندگی، ساختن زندگی، زن، بچه، همه چیز واسه ما رفته کنار، فقط ناراحتیم که چرا یه جایی نیست که بتونیم در هفته یک ساعت بریم بزنیم برقصیم. ما عروسی میگیریم، تولد میگیریم، متاسفانه با استرس میرقصیم. اون رقصی هم که داریم استرسه، چون میگیم موزیک داره پخش میشه، هر آن امکان داره اتفاق بعدی واسه ما بیفته. و امیدوارم که یه روزی بیاد که جوانای ایرانی از این کوچیکترین خواستهشون بتونن به بهترین نحو استفاده کنن و روحشون زنده بشه، چون واقعا رقص روح آدم‌ها رو زنده میکنه. ممنون. اشکام از شهر انار روی خط هستیم، بفرمایید آقای اشکام. الو، بفرمایید. الو، درود بر بانوی گرامی ایران دوست. گویا امشب هم جناب سفیری نه هست میباشند، این تقدیر بنده که هر شب میام به برنامه ایشون نیستند. به هر عنوان خدمت شما عرض کنم که رقص یک جنبش و حرکتی که پیشینه بیش از 12,000 ساله دارد و یک حرکتی رزمی بوده که هنگامی که پهلوانی در برابر پهلوانی دیگر می ایستاده، برای ناتوان جلوه دادن روحی، ناتوان کردن روحیه پهلوان روبرو
عرض اندام خیش، این جنبش و این حرکت و دستفشانی و پایکوبی را انجام میداده. آقای اشکام ممنون از توضیحی که دادین، ولی سوالی که ما در ابتدای برنامه هم پرسیدیم در مورد اهمیت و جایگاه هنر رقص در جامعه هستش، خیلی کوتاه برای ما بگین نظر شما در مورد اینکه نبود این هنر در جامعه چی هستش، بفرمایید. فقط خواهش میکنم خیلی کوتاه بگین که چون بینندگان خیلی زیادی پشت خط منتظر هستن. بله بله، خدمت شما عرض میکنم رقص جنبشی برای از نظر روانشناختی انسان را ورزیده، تندرست و روحیات انسان را بسیار به درجات عالی سوق میده. ناگزیرم که از واژگان تازی در اینجا بهره ببریم. تا به جایی که رقص باید با ادوات موسیقی همراه باشه، زیرا خواجه بزرگ شیراز نیز فرمودند رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند. ممنون. پیداست که رقصنده همیشه شاداب، خرم، خندان بوده و این شادابی و طراوت و خندانی خیش را به دیگران نیز منعکس می نماید. پوزش میخوام از این که بنده مزاحم شما شدم و به جناب سفیری درود بنده را برسانید. شب بر شما خوش. بدرود. بدرود. سعید از تهران روی خط هستین. آقای سعید بفرمایید. سلام خانم ایران دوست. بفرمایید. میگم به نظر من این بحث رقص و اینا حالا زیاد مهم نیست واقعا. حالا مهم اینه که 20 روز آقای دهقانپور نمیاد صدای آمریکا. آقای سعید شما یکی از بهترین راههایی که میتونین نظرات خودتون رو با مدیران صدای آمریکا مطرح بکنین نظر @voanews.com هستش. ممنون میشم ازتون. اجازه بدین یه نظری به اسکایپ هم بندازیم. کیمیا از کرمان با ما همراه هستین. کیمیا روی خطی، بفرما. سلام میگم به شما روزیتای عزیزم. باید بگم کلن تو ایران نگاه به رقص نگاه های تهدیدآمیزی هستش، در حالی که اینجا جا داره بگم که رقص در حالی که فواید زیادی داره، از جمله این که این جنب و جوش حرکات بسیار زیبا علاوه بر این که تفریح جالبیه، برای تقویت فکر و ذهنم خیلی مفیده. متخصصان پیشنهاد کردن که برای سالم موندن هر کس حداقل 5 بار تو هفته به مدت 30 دقیقه یه فعالیت فیزیکی با شدت متوسط شرکت کنن، که رقص رو یکی از اونا مثال زدن. این چون واقعا رقص باعث میشه که ضربان قلب و تنفس تنظیم بشه و باعث خوش هیکل موندن میشه. حالا این در حالیه که واقعا نگاه تحقیرآمیزی تو ایران داره به رقص میشه. اینجا ما باید خودمون قضاوت کنیم واقعا فعالیت یا شاید بتونم بگم یه نوع ورزش به این جذابی چرا باید اینقدر نادیده تو ایران گرفته بشه، با اینکه اینقدر فواید تاثیرگذاری داره. و همچنین میخوام بگم خیلی خوش حال هستم از اینکه شما موجی هستید. این واقعا برای ما خانم ها یه جور روحی است. تشکر از اجرای عالیتون. مرسی. اجازه بدین نگاهی هم بندازیم به نظرات شما در شبکه های اجتماعی. مهرداد از کاربران توییتر عکسی رو به اشتراک گذاشته و توییت کرده که روز 29 آوریل 9 اردیبهشت از سوی یونسکو روز جهانی رقص نامگذاری شده. عکسی رو که می‌بینیم به اشتراک گذاشته. در توییت دیگه‌ای هم به همین مناسبت نوشته هدف از این نامگذاری ارج نهادن به رقص به عنوان زبان جهانی هستش، زبانی که انسان‌ها رو در صلح و دوستی به هم نزدیک می‌کنه. در فیسبوک علیرضا از کاربران فیسبوک میگه رقص و شادی برای کشورهایی که مردمشون در رفاه و آرامشن، نه برای کشوری که مردمانشون در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن. مردم ایران از سهم شادی دنیا فقط عذاب و گریه و مشکلات تورم و بالای اقتصادی نصیبشون شده. آیا آسیبی بزرگتر از این میشه که قشر جوان جامعه‌ای دچار افسردگی و اعتیاد بشن؟ به نظر من میگه چون رقص موجب شادی مردمه و هر هنری که شادی آور باشه در ایران ممنوعه و هنر نیستش.
امیر حسین از کاربران اینستاگرام روی خط هستش و میگه به نظر من رقص یک هنر حساب میشه، البته نه رقص بی حساب و کتاب. لزوما نیاز هستش که در یک کلیپ که حاوی آهنگ هست رقص هم باشه. اسلام دین خوب و قشنگه و هر گفته میگه درسته و بر اساس واقعیته، اما این نظام جمهوری اسلامی ایرانه که اون چیزی که از اسلام میخواد رو به خورد مردم ایران میده. میگه مردم ایران هم به رقص به عنوان یک هنر نگاه میکنن، اما حیف که دولت باعث شده این هنر هم مانند خیلی موارد دیگه زیرزمینی بشه، موردی که خب خیلی از کاربران دیگه هم بهش اشاره کرده بودن. گزارش رو هم براتون آماده کردم که در این گزارش اومده که پول تنها عامل شادی مردم نیستش، صداقت، سلامت و اطمینان از عوامل مهم شادی هستند. رتبه ایران رو گفته در شادترین کشورها و میگه ایران از 158 کشور رتبه 110 رو به خودش اختصاص داده. سوئیس، ایسلند، دانمارک، نروژ و کانادا از شادترین کشورهای دنیا بودند. در انتهای این جدول البته سوریه و توگو و روندی هم قرار گرفتن. بر اساس این پژوهش شادی یکی از شاخصه‌های مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها به شمار میره. به نیمه برنامه رسیدیم، اجازه بدین یک تنفس می‌گیریم، برمیگردیم، با ما همراه باشین. نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید. با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا با ما همراه هستین در نیمه دوم برنامه و همراه با مهمان برنامه، کارشناس برنامه، آقای شاهرخ مشکین قلم. آقای مشکین قلم، مرز هنر و ابتذال که این حکومت ها خب به بهانه اون برای هنرمندان خط قرمز میکشن چی هستش؟ بفرمایید. آنچه که واقعا اولا که من با واژه ابتذال مشکل دارم، به خاطر اینکه تصور میکنم که یک کاربرد بدی است از این واژه، فقط که ابتذال چیزی است که از ریشه بذل میاد، یعنی که به راحتی شما میتونید اهداش بکنید و در دسترس همگان قرار بگیره. آنچه که خواص باش سر و کار دارن یا الیت یک جامعه باش سر و کار دارن رو میذاریمش به عنوان هنر مثلا فریخته، هنر معتبر یا ارزشمند، ولی آنچه رو که شما خیلی راحت میتونین بهش دست بیابید رو بهش میگن مبتذل، یعنی که قابل دسترسی برای همگان، و آنچه رو که خیلی راحت شما تو خیابون میتونین ببینین، بنابراین هنرهای خیابانی بهشون میشه گفت هنرهای مبتذل، یعنی که قابل دسترسی هست برای همگان. ولی کاربرد هاست که تغییر میکنن، یعنی که واژه ها بعدن چجوری تو جامعه تغییر میکنن به خاطر اینکه چجوری ازشون استفاده و سوء استفاده میشه. مثلا من از هنرمندا در دوره قاجار سوء استفاده شد و از برای همین اسامی که روشون گذاشته شد مطرب و رقاص، این واژه ها در ذهن جامعه بد جا افتاد به خاطر سوء استفاده ای که اشراف از هنرمندا میکردن، چه از طریق معنوی چه از طریق جسمانی، و خود به خود با پولی که تنها راه معاششون بود هنرمندها و میتونستن فقط در خانواده های اشراف به خاطر که این هنر رو نمیپسندید جامعه، مسلما هنر موسیقی اصیل و سنتی و این حرفا رو غیر از 4 نفری که تو خیابون مثلا ممکن بود بزنن و پول جمع بکنن، به صورت دریوزگی نمیتونستن راه معاش واقعی داشته باشن، تئاتری وجود نداشت. بنابراین این ابتذال بر گرده هنر نشست در این دوره و
حکومت هایی که مستبد هستن و ایدئولوژی های ارتجاعی دارن مثل ماهیت حکومت جمهوری اسلامی از این تعبیرها سوء استفاده میکنن برای اینکه بتونن جاش بندازن و بگن که هنر در کل مبتذل هست و توی جامعه اسلامی کاربردی نداره. ولی واقعیت امر اینه که اگر شما دوباره ریشه یابی بکنید و بتونین ارزش ها رو به جاهای خودشون برگردونید که رقص خود رقص باشه بدون اینکه تعبیری بشه یا اینکه تحمیلی بهش بشه که بخواد بهش ارزشی بده یا ارزشی رو ازش بگیره، اگر خود واژه رقص رو بتونن باش مردم باهاش در ارتباط باشن، خودشون خجالت نکشن، این از ریشه خانواده ها میاد. وقتی که در خانواده ها بتونن این اعتبارها رو برگردونن به سر جاش، مادر پدرها به بچه هاشون اجازه بدن که به کلاس های رقص برن، واهمه‌ای نداشته باشن، خجالت نداشته باشن، خود به خود حکومتی به وجود نمیاد که بتونه که این ارزش ها رو زیر پا بذاره و بتونه ازش یک دونه ایدئولوژی بسازه مثل جمهوری اسلامی. ولی متاسفانه واقعیت امر اینه که این ماهیت حکومت مستبد اسلامی چیزی غیر از واقعیت خود ماها نیست که ماها تولیدش کردیم، یعنی که این ابتذال رو خودمون طلبیدیم که بهش بگیم مبتذل، خود ماهایی هستیم که نمیذاریم که بچه هامون بشن مطرب برای اینکه از واژه مطرب میترسیم، نمیخوایم بچه هامون بشن رقاص برای اینکه از واژه رقاص میترسیم، بعد انتظار داریم که حکومتی رو که دست نشانده خواسته خودمون هست به این بی ارزشی هایی که خودمون باعث شدیم ارزش بده، و مسلما این امکان پذیر نیست. ما چیزی در واقع حکومت های ما چیزی جز آینه رفتار ما نیستند. آقای مشکین قلم، ما قطعا یک بار دیگه حتما باز آخرین سوال که یک جمع‌بندی کلی درباره برنامه باشه برمیگردیم به شما. اجازه بدین تلفن های خیلی زیادی ما داریم، برمیگردیم به تلفن هامون. آقای ناصری از هلند روی خط هستیم، بفرمایید آقای ناصری. آقای ناصری، جمهوری ولایت فقیه نه با رقص، جمهوری ولایت فقیه با خودش هم مشکل داره، این که اصلا جای بحثی نیست، ولی اینکه این مسئله رقص چه اثری میتونه توی جامعه داشته باشه، این خودش میتونه، این حرکت هایی که به صورت رقص اسمش رو ما میذاریم میتونه بسیاری از دپرسی ها رو از بین ببر بین جوان ها، و این نیاز یک جامعه است، نیاز یک قشر جوون جامعه و حتی ممکنه سالمندان جامعه باشه که در آسایشگاه های سالمندان وجود موزیک و رقص میتونه اینها رو از اون حالت دپرسی خارج بکنه. بعد از همه مهمتر اینه که رقص، اون رقص های محلی جزء فرهنگ این که کشور ماست. شما اگه بیاین نگاه بکنید، مثلا خب ما دو اروپا که هستیم برای مثلا تحصیلات مثل شمال ما میشه اسپانیا، ما بعد 2 ساعت سفر اپرما بشیم میریم اسپانیا. خانم ایران دو شب توی هتل که شما نگاه میکنید بعد از غذا جمعیت هم میان میشن که فقط اون رقص مثلا فلامینگو اسپانیا رو نگاه کنن، کل اسپانیا به اون بزرگیش یه رقص فلامینگو داره و تمام توریست ها میشنن شب فقط اون رقص رو نگاه کنن. در حالی که ما تو کشور خودمون اگه فرهنگ ها و اون فولکلورهای مختلف رو کنار هم بگذاریم شاید یک سال طول بکشه بخوایم تمام اون رقص ها رو تماشا بکنیم. جمهوری اسلامی همه اینها رو متاسفانه از مردم گرفته و شاید بیشتر اینها به زیرزمین ها رفتن، در جشن ها، در پارتی ها که زیرزمینی شده، خب جوان ها به این مسائل میپردازن، ولی جمهوری اسلامی چون با خودش هم مشکل داره از این جلوگیری کرده. ولی من خودم یک خاطره که داشتم این بود که یکی از مسافرت میرفتیم، یکی یه روحانی توی فرودگاهی بود و خب حالا مثل این که زبان بلد نبود و بعد من این رو از عقب نگاه میکردم، یعنی از پشت سر به این نگاه میکردم و داشتم تماشا میکردم، این بنده خدا زبان که بلد نبود گویا و داشت با علم و اشاره چیز میکرد که مثلا مشکلش رو میخواست عنوان بکنه. خدا خب این رقص دیگه، این مرد، این آقا داره انجام میده، این رقص، حالا اون موقع زبان نبوده، همونطور که کارشناس برنامه گفتیم بنده خدا هم داره دست و پا میزنه که منظورش رو تفهیم بکنه. خب دقیقاً آقای مشکین قلم هم به همین مورد اشاره کردن. خواهش میکنم، من این رو به چشم دیده بودم. با اجازهتون شب بخیر. ممنون. تارا از گرگان روی خط هستیم، بفرمایید از طریق اسکایپ. سلام روزی تا جون، خوبین؟ خیلی موضوع جالبی دارین امشب. من عاشق رقصم، رقص باعث شادابی و نشاط میشه و
ولی متاسفانه تو ایران شادی بین جوونا به یه عمل مخفیانه تبدیل شده، در حالی که جوونا باید شاد باشن تا جامعه شادی داشته باشیم. مثل همین الان جاتون خالی دوره هم جمع شدیم. به شما خانم ایران دوست، من در اول تماسم یه مزاح کوچیکی بکنم. خواستم بگم که در نبود آقای سفیری شب شاید بسیار آرامی هست و بدون تنش، چون وقتی با حضور آقای سفیری همیشه برنامه پرتنش و پرتشنجه. میخواستم از شما هم تشکر بکنم که این برنامه در مورد منتظر نظرتون هستیم. آقای رضا بفرمایید. جا بفرمایید، منتظر نظرتونیم. بله، من می‌خواستم تشکر کنم از این موضوعی که شما گذاشتین برای برنامه روی خط. خیلی ممنون. نظر خاصی در مورد روز جهانی؟ ممنون رضا، انگار قطع شد. تقی از ازنا روی خط هستین. آقای تقی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای گوگیتا، خسته نباشید. ممنون. خدمت مهمون محترمتون هم سلام عرض می‌کنم. خواستم نظرم بگم خانم روزیتا، تو ایران رفت معنی و مفهوم نداره، چون حاکمان ما همیشه دوست دارن اینجا عزاداری باشه، زیاد اهمیتی به رقص و پایکوبی نمیدن، با شادی مخالفن. رقص خودش هم شادی میاره، هم یه ورزش، هم به نظر من کسانی که رقص و پایکوبی میکنن یه نوع آرامش خاطر هم دارن، زندگی روزمرهشون رو بهتر میتونن اداره کنن. بعدم همیشه بدن رو فرمی دارن، هیچ موقع اضافه وزن هم ندارن به واسطه همون رقص، چون اون رقص هم خودش اینو ورزشه. بعدم این ما اینجا گرفتاریم با اینایی که خیلی ادعای مؤمنیشون میشه، مؤمن و مسلمان هم فهم میکنن رقص جرمه، یا اگه کسی رقص پایکوبی کرد جرم انجام داده. دیگه نمیگم اون جوونا اگه رقص باشه پایکوبی باشه اینقدر گرایش پیدا نمیکردن به ایدز، اینقدر به سمت مواد مخدر نمیرفتن. اینجا مسئولین حاکمان ما همش به فکر عبوسی و گوشه‌گیری و صبح برن شب بیان، اهمیتی به این چیزا نمیدن. رقص برایشون معنا و مفهوم نداره. ممنونم که فرصت. نگاهی هم میندازیم به نظراتی که دریافت کردیم و همینطور توییت هایی که براتون انتخاب کردیم. شرق پارسی در توییتر گزارشش رو توییت کرده که به مناسبت روز جهانی رقص میگه نگاهی میندازیم به رقص‌های محلی ایران، نمادی از نیایش، شادی و حرکت. در این گزارش اشاره شده در ایران سرزمین دیرینه‌های پایدار و یادمان‌های هزاران ساله، هر منطقه کهنی آداب و رسوم خاصی داره که همین آداب و رسوم سبک زندگی مردم اون ناحیه رو تشکیل میده. و میگه شمار زیادی از آداب و رسوم و آثار مادی و معنوی از قرون و اعصار دور در شهرها و روستاهای این سرزمین بر جای مونده. از جمله این آداب و رسوم میشه به رقص‌های محلی اشاره کرد، به برخی از رقص‌ها اشاره کرده، از آیین اسب چوبی تا رقص محلی ایلام، از رقص محلی کرمانشاه تا ذکر خنجر ترکمن. در پایان هم اشاره کرده که کارشناسا در سالهای اخیر در پی شناسایی و ثبت رقصهای محلی ایران بودند و بر این باور هستند که رقص ایرانی شایسته ثبت در فهرست شاهکارهای شفاهی یونسکو رو داره و گفته میشه که نزدیک به 6 رقص ایرانی از بین رفته در این مدت متاسفانه، و رقصهایی که نیاز به ثبت علمی دارن و باید ثبت علمی بشن تا مردم بدونن که در ایران رقصهایی دارای جنبه‌های آیینی و نیایشی هم وجود داره. رسول از کاربران فیسبوکمون میگه اگر محرم و نامحرم رعایت بشه ما هیچ مشکلی با رقص نداریم و به باور من رقص یعنی فرکانس هستی حیات و بخش اصلی طبیعت، مثل رقص گندمزارها و گلها و شاخسارها و همه حیوانات که شادیش خودشون رو با رقص نشون میدن تا انسان که از لحظه تولدش این هنر رو میگه به خوبی بلد هستش. و میگه فاصله گرفتن از رقص از نشانه های افسردگی و ناراحتی و رقص شفا بخش هستش. جواد از کاربران اینستاگراممون هست، میگه رقص یکی از عالی ترین و منحصر به فرد ترین هنرهای یک جامعه است که بیانگر شخصیت و اصالت اون جامعه است، اما متاسفانه نه تنها رقص بلکه تمامی هنرهای بومی کشور به دست جمهوری اسلامی ایران در حال نابودی هستش. این هم بخشی از نظراتی بود که دریافت کرده بودیم. اجازه بدین یک تنفس میگیریم، برمیگردیم، با ما همراه باشید.
you do? I danced in class. Dancing is forbidden. So if you're going to do it, you do it somewhere safe. Afshan, welcome to the Sava. Our country is like two parallel worlds. There is the one you see outside. Yeah! And there's this world behind closed doors. In here. این بخشی از فیلم دزرت دنسر یا رقصنده بیابان هستش. نخستین فیلم بلند ریچارد ریمون، کارگردان بریتانیایی هستش که این فیلم بر اساس زندگی افشین قفاریان، رقصنده ایرانی ساخته شده، جوانی که آرزوی اون این بوده که در ایران رقصنده بشه ولی چون ممنوع بوده نمیتونسته. بهنود مکری در برنامه شباهنگ گزارشی در مورد همین آماده کرده که حتما بعد از برنامه روی خط بیننده این گزارش باشین، قطعا گزارش زیبایی خواهد بود. اجازه بدین برای آخرین سوال و جمع‌بندی درباره صحبتایی که کردیم از آقای مشکین قلم سوال بخوام بکنم. آقای مشکین قلم، به عنوان آخرین سوال، شما آیا نظر خاصی دارین؟ میخواین چیزی به تمام صحبتایی که لطف کردین در طول برنامه برای ما داشتین اضافه کنین؟ بفرمایید. نه، من صحبتی ندارم، صحبت ویژه‌ای ندارم. فقط این که همین که این ملتی رو که من میبینم انقدر سرکش هستن، بچه‌هایی که از ایران زنگ میزنن، و من فکر میکنم که بزرگترین اتفاقی که توی ایران میفته این جامعه سرکش هستش که مقابل یک استبداد مطلق دینی قرار گرفته و کار خودش رو انجام میده، چه زیر زمینی چه روی زمینی. کما اینکه اون قطعه ویدئویی که درست کرده بودن روی هپی، روی قطعه موسیقی که دیدید، با وجود که میدونستن ریسک خیلی بزرگی داره، این ملت سرکش که این مطیع نبودن یک جامعه هستش که باعث فروپاشی یک استبداد میشه. و من این جامعه سرکش جوان رو میبینم و هیچ حکومتی نمیتونه باعث خفقانش بشه. حتی اگر ما الان در یک انزجار به سر میبریم در ایران از اینکه این حکومت سعی میکنه که مردم رو خفه کنه، ولی هیچ آتشفشانی نتونسته برای همیشه زمین ها رو بسوزونه. و من کاملا این افق رو روشن میبینم که این جامعه این استطاعت رو داره که باز دوباره در شادی و تراوت، در زیبایی مطلق و شعور و اندیشمندی بتونه به جایگاه های درست خودش برسه، در رقص، در هنر و در فرهیختگی، سواد، اندیشه و دانش. تشکر از شما شاهرخ مشکین قلم، رقصنگار و رقصنده، که امروز در برنامه روی خط با ما همراه بود. سپاس از شما. برمیگردیم به تلفن‌ها. آقای خانم مقدم از آلمان روی خط هستیم، بفرماییم. درود بر شما و درود دیگر به هنرمند عزیزمون آقای مشکین قلم. بعد دیدارشون بسیار خوشحالم. ببینید، رقص در تمام طبیعت موجوده و منحصر به انسان نیست. زیبایی رقص در برگ، در باد هست، در موج هست، در پرندگان هست، در گندمزار و باد هست. نشون دادن احساس و زیبایی طبیعت، طبیعت انسانه. عکس العمل انسان به شادی هاست. بیرون ریختن و نشون دادن زیبایی ها با حرکات موزونه. انرژی مثبت رقص. اما در کشور ما آواز، شادی، همه و همه حرامه. نبودنش هم در جامعه باعث سرکوب احساس جوان‌ها شده واقعا. اما از اون طرف ببینیم که کشیدن هروئین و شیشه و چماق کشی و عزاداری و سینه زنی و نمیدونم اینها همه آزاده. یعنی در کل بگم مذاهب از شادی، خنده، سرزندگی اینا ترس دارن. یعنی مؤمن باید همیشه باید در ترس از خدا باشه، باید در وسواس در واجبات باشه، در ترس از گناهان قوطه بخوره تا این آقایان به نفعی که بهشون باید برسه برسه. وگرنه این رقص چه ضرری داره غیر از اینکه شادی انسان رو نشون میده؟ با سپاس از شما و برنامه‌تون. ممنون. مهدی از ترکیه روی خط هستیم، بفرمایید. آقای مهدی سلام، شبتون بخیر. شب شما بخیر، بفرمایید. اولا تبریک بگم به دوستان با نبود آقای سفیری. خیلی از آقایون اومدن خیلی همچین جلونایی خیلی خفنی دادن. بگذاریم از این موضوع، ولی میخوام به این اشاره بکنم که رقص در واقع اون تبلور کامل کلمه بادی لنگویجه. یعنی رقصنده
میتونه مثل یک نقاش، مثل یک موسیقیدان، هرچند من واقعا در تعجب کردم از اینکه کارشناس شما اصلا اشاره نکرد به اینکه رقص یک پیوند ناگسستنی داره با موسیقی. یعنی آنچه که موسیقی سعی میکنه که تبلور بده رو رقص و حرکات بادی لنگویج و بدنی اون رقصنده اون رو به تکامل کامل میرسونه و اینا باید در یک هارمونی و یک هماهنگی کامل قرار داشته باشه. رقص ملزمن بیانگر شادی نیست، هرچند ما این رو توی فرهنگ حالا باستانی و ایرانی خودمون فقط از جنبه شادی نگاه میکنیم، ولی خیلی از رقص ها داریم. رقص دقیقا من دوباره برمیگردم به جمله قبلیم، بادی لنگویج، یعنی تبلور کلمه بادی لنگویج، یعنی شما با رقصنده با هماهنگ کردن حرکات بدن خودش و موسیقی سعی میکنه آنچه که در تفکر و پندارش هست رو به بیننده و شنونده منتقل بکنه. ممنون. شبتون. مسعود از سنندج روی خط هستیم، بفرماییم. خسته نباشین خانم ایران دوست. ممنون. لطف دارین. البته با این دوستمون آقای مهدی که الان صحبت می فرمودن من تا حدودی موافقم، بله رقص واقعا بادی لنگویج بدنه، بله، منتها متاسفانه تو ایران چی هست؟ یه استادی داشتیم، یه معلمی ما داشتیم، یه زمانی می گفتن که رقص ها را بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. خب این زمانی بود که مردم می رفتن کشته می شدن تو جبهه ها بلند، ولی الان چی هست؟ الان هم رقصی آزاده تو ایران هست، بله، من تا چه جور رقصی؟ ما رقصی رو فقط میشناسیم که این شعر از خودمه، واقعا به این فکر میکنم رقص واپسین سپیده بر دار کنند. اینجا اینه روی دار اون بدبختی که تنب گردنشه واقعا میرقصوننش، بله، رقص واپسین سپیده بر دار کنند، ریحان وشان با تن تبدار کنند، چون خلق همه رعیت و مسئولش را چوبدارانش به پا خود چوبه دار کنند. بنگر قلمی که حق بدان داشت قسم، با حکم فقیه در کف قدار کنند. پیداست از آن روسیه روی سیه دلسیهی، این را همه در کسفت جلاد نمودار کنند. در منظر عام و چه در محضر خاص، ممنون. این گونه رقص را ترویج به بازار. سورنا از تهران از طریق اسکایپ با امون همراه هستیم، بفرمایید روی خطیم. درود بر شما خانم روزیتای عزیز. من خودم به رقص خیلی علاقه دارم و خوشبختانه این هنر زیبا رو دنبال کردم و تونستم توی رقص استاد بشم و با افتخار باید بگم که از همه قشر شاگرد داشتم و دارم، از کوچیک و بزرگ. رقص واقعا استعداد میخواد، بعضی از شاگردان واقعا بعضیاشون استعداد فوق‌العاده‌ای دارن و متاسفانه بعضیاشون استعدادی ندارم. و جالبه که بدونید که بعد اینکه من بعضی از شاگردان بعدم فهمیدم شما که در تهران کلاس رقص دارین و همین مثل آقای حسن اللهیاری که بعدم فهمیدن آخون بودن، واقعا تو رقصم استعدادی نداشتن. ببخشید اجازه بدین نگاهی میکنیم به نظرات شما در فیسبوک. دلنیا از کاربران فیسبوکمون میگه رقص نه تنها برای شادابی و خوشحالی انسان هستش، بلکه نوعی ورزش برای سلامتی و داشتن اندامی متناسب هم هست و همه مردم جهان رقص های سنتی دارن که پیشینه فرهنگی داره و این غریزه است که انسان از رقصیدن و تماشای رقص لذت میبره. میلاد از کاربران دیگه‌مون هستش که میگه من فکر نکنم که حالا در ایران و به خصوص در اماکن عمومی ما شاهد رقص باشیم. چارت در اینستاگرام برامون نظر گذاشته، میگه رقص نیاز جسم و غذای روح هستش و باعث آرامش خاطر و آرامش درونی میشه و مانند مسکن برای فرار از افسردگی مفید هستش. مینا یکی دیگه از کاربرانمون هستش که در اینستاگرام برامون نظر گذاشته و میگه رقص در روحیه و هماهنگی بدن تأثیر زیادی داره و از هزاران سال پیش تا الان در همه فرهنگ‌ها و قوم‌های مختلف
رقص در سبک‌های متفاوت پدید اومده. من عاشق رقص و دیدن انواع رقص‌ها هستم. پیامی هم داریم که از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202-382-7205 دریافت کردیم. با هم گوش می‌کنیم. مثلا کشوری مثل برزیل رو نگاه کنید، چه مردم چقدر بانشاد، چقدر به زندگی عشق دارن. میبانید چه از ما اقتصادشون بدتره. این چیزایی مثل همون رقص، موسیقی، اینا مردم زنده نگه هم داره. منطقه در جمهوری اسلامی همه چی ادا، مسلمان ها، گریه کنید، ثواب داره. این تمام چون نون خودشون در اون گریه هست دیگه، میدونید. اینا مردم شادیشون که نمیخوان، یه سری که خب پولای آنچنانی میبرن اصلا به رقص هم کار ندارن، همونجوری با اصول و ثواب زندگی میکنن. اما من واقعا متاسفم یه کشوری که اینقدر سابقه تاریخ داره، ما یه رقص نداریم تو نفر مثل تانگو اینا برقصه. هی میگیم رقص هنر نقص ایرانیان تو بس بابا کدوم بابا کرم یعنی چی؟ فقط یه دست تکون میدی؟ این که نشد که رقص باشه. بذارین مردم خوش باشن، ولشون کنین بابا، بهش مال شما. جهنم بدین به من جهنم میخوام. دست از سر ما بردارن تو. این هم نظری بود که از طریق پیامگیر دریافت کرده بودیم. لال از مشهد روی خط هستیم، بفرمایید. روی خطیم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. ممنون. میخواستم بگم که در کشور ما در ایران متاسفانه از رقص برداشت‌های خیلی بدی شده و علت همه بیماری‌ها و مشکلات عصبی که مردم ایران دارن به خاطر نداشتن همین موضوع رقصه. متاسفانه حتی اینا شادی‌هاشون هم به شکل عزا برگزار میشه، یعنی در مساجد با دست زدن‌ها به صورت خیلی مسخره و با نوحه خوانی دارن شادی‌هاشون رو انجام میدن. فقط ما در ایران متهم به اینیم که باید مصیبت، سختی، عذاب و عزاها رو داشته باشیم. از رقص و شادی در اینجا هیچ خبری نیست و علت همه این بیماری های هم همین نداشتن این شادی ها و مجالس رقص و شادی و خوشگذرانیه. مهناز از شیراز روی خط هستین، از طریق اسکایپ بفرماییم. عزیزم خسته نباشی، خوشحالم که امروز شما مجری برنامه هستین. بالاخره صدای آمریکا به حرف ما بیننده هاش گوش کرد. بفرمایید. متاسفانه رقص اصیل و سنتی ایرانی، رقص محلی ایرانی داره به دست فراموشی سپرده میشه. ما توی ایران رقصای محلی خیلی زیبا و قشنگی داریم. من واقعا از دیدن اینجور رقصا لذت میبرم. رقص لوری، رقص کردی، رقص ترکی واقعا زیبا معرکن. من عاشق رقص محلیم، خیلی رقص محلی رو دوست دارم. ولی جوونا دارن میرن به سمت یه رقصای عجب وجب و بی‌معنی که مثلا نمیدونم از کجا میاد تو ایران. من به جوونای عزیز توصیه میکنم رقص اصیل ایرانی رو یاد بگیرن، خیلی قشنگه. اگه برن یادش بگیرن مطمئنا خودشون هم از این رقصا خوششون میاد. ممنونم از شما روزی عزیز. آقای بهبهانی از ترکیه روی خط هستیم، فرصتمون خیلی کمه، بفرمایید. بیان کنه برنامه‌اش رو ضبط کن رو فلش برام. آقای بهبهانی روی خط هستیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. جای جناب آقای سفیری واقعا سبز. متشکرم. سرکار خانم ایران دوست، شما خودتون میدونید من یکی از، نمیخوام از خودم تعریف کنم، و خب من یک موسیقیدان خیلی کسی بودم که در ایران زیر نظر اساتید بزرگی مثل پرویز مشکاتیان مرحوم یا مثل استاد میلاد کیایی. خیلی کوتاه آقای بهبهانی، خواهش میکنم. من یه مسئله رو میخواستم بگم. ببینید رقص یک ارتباط روح با جسمه. تشکر. اگر یک انسانی که بتونه خوب برقصه، ارتباط میتونه ارتباط خیلی خوبی رو برقرار کنه. ممنون. و اما برنامه فردای روی خط اختصاص داره به روز جهانی کارگر. بیشتر از یک قرن هستش که از حوادث شیکاگو که منجر به جهانی شدن اول ماه می شده میگذره، ولی هنوز کارگران با مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم میکنن و خیلی از کارگران هنوز سندیکا ندارن و نمیتونن این روز رو گرامی بدارن. به نظر شما این مشکلات رو دولت چطوری میتونه بهشون کمک بکنه برای رفع این مشکلات کارگران؟ منتظر نظراتتون هستیم از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط
202-382-7205. خدا نگهدار. صدای آمریکاست.